بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. میشه گفت این برنامه یک برنامه فوق‌العاده است. بعض وقتا وقتی ما میگیم فوق‌العاده، منظورمون اینه که خیلی عالی و اینها، نه. فوق‌العاده یعنی بر اساس برنامه هفتگی که ما معمولا شنبه یا یک شنبه ها میایم با شما هستیم، این فوق‌العاده است. و امروز با وجودی که پنج شنبه هست، من با شما هستم و دلیل داره. من صبح وقتی از خواب بیدار میشم، اولا با خودم قرار گذاشتم تلفن و اینها رو چک نمی کنم. میرم بالاخره دستشویی و دستروم میشورم، صبح مسواک نمیزنم. مثل اینایی نیستم که شب مسواک میزنم صبح مسواک میزنم، صبح مسواک نمیزنم. و خلاصه بعد آماده میشیم و میایم اینجا، میرم صبحونه میخورم. بعد از صبحونه میام توی آفیس، اون موقع شروع میکنم یکی یکی از فیسبوک صبحونه میخورم. ببخشید، بعد از صبحونه میام توی آفیس، اون موقع شروع میکنم فیسبوک که سیستمشو عوض کرد. This content go to news feed. ما که داشتیم برنامه میذاشتیم، کجا رفتی تو آقا؟ خب نمیدونم، عجب این شاهین نجفی هم عجب آدم مسخره یه، خودشا انداخت توی درد سری که نگو و نپرس. خب حالا ببینیم که اینجا ما یه دونه صفحه دیگه روشن کنیم، ببینیم اونم بتونیم راه بندازیم. اون وقتا توی صفحه باز میشد، ما همونو شیر میکردیم. حالا شیر که میکنیم، اساس زندگی ما رو میرزه به هم عوض میکنه. و بذارید ببینم که هنوز اونجا هستیم یا نیستیم. بله اینجا گویا هستیم. بذارید ببینیم صدا هم داریم یا نه. اینم صبحونه میخورم، بعد از صبحونه میام توی آفیس، اون موقع همینه که اینقدر توپل شدی. صبحونه میخوری، صبحونه میخوری، صبحونه میخوری. خب برگردیم، از شوخی که بگذریم، از هر چه بگذری، سخن دوست خوشتر است. بعضی وقتا سخن دشمن یه جورایی بیشتر اثر میذاره و روز شما رو میچرخونه و عوض میکنه. من امروز وقتی آمدم ایمیل ها رو چک کردم، یک پیامی اینجا رسیده بود با این شماره تلفن. شماره تلفن رو برای شما اینجا می نویسم روی عکس این آقا که شما بتونید باهاش تماس بگیرید و ازش بپرسید واقعا توی مغز شما شاه اللهی ها، شما کل پوکا چیه؟ خب اون شاه که با پدرش 57 سال به مردم فحش داد، توهین کرد، دستگیر کرد، تجاوز کرد، زندانی، بعد اونجوری مردم انداختنش بیرون. این آخونده هم که دارن درست راه شاه رو میرن و به زودی اینها هم همون سرنوشت رو خواهند داشت. آخه شمایی که در آمریکا هستید، شما کی میخوای آدم بشی؟ شمایی که میگی نه این شاه، شاه رضاست سوم، هشتم، نهم، که خودش میگه آقا این گاو نره. شما یه سطل برداشتید رفتید نشستید زیر شکم این گاو رو میمالید، اقلا نگاه کنید ببینید چی رو میمالی. این پستونهای گاو نیست، اگه چیزی هم هست حالا بعد یقتون رو میگیره. خلاص اون مرد کم که بلند شده با زنش حاجی خانم، بلند شدن رفتن ایتالیا که ما بریم چه کار کنیم. من قول میدم به شما این رضا پهلوی چند روز دیگه افسرده و وامونده برمیگرده به همین مریلند همسایگی ما، و امیدوارم مثل برادرش و خواهرش به حدی نرسه که خودکشی کنه. البته اون یه خواهری هم که زنده هست برید نگاه کنید، حقیقتا مرده متحرکه. اونم نمیدونم بدبخت چه بیماری، چه اعتیادی داره که اینجوریه. در هر صورت باید به زودی منتظر یک به اصطلاح سقوط بزرگ در رابطه با این رضا پهلوی و این اطرافیانش که اینقدر توی چند هفته گذشته هار شدن، واقعا عین سگ هار به همه میپرن و اینقدر احمقن. مردم میگن اینا امروز قدرت ندارن. اگر
یه اتفاقی بیفته و اینا بیان سر کار چه خواهد شد. بذارید من این عکس رو به شما نشون بدم، چون میخواستم عکس رو بیارم تو سیستممون. وقتی میارم تو سیستم به اصطلاح لاک میشه، شکلش عوض میشه. و بذارید من یه آقایی رو اینجا، حیف کلمه آقا که به این بگیم با اسم و اینها و داستانی که چرا من این برنامه رو گذاشتم. شخصی، جانوری، حیوانی به نام پیتر یا پیتر متراهی، از عکسایی هم که گذاشته به نظر میرسه که این یک مسیحی هست و حالا معتقد باشه نباشه ما کاری نداریم، بین خودش هست و اگه خدای هست خدای خودش، ما اصلا به اون قسمت کاری نداریم. ولی من پیامش رو برای شما پخش میکنم، مخصوصا میخوام با آقای نصرالله فرهمند که برای من نوشته بود که آقای سربی با زبان مهربانتری صحبت کنید و اینها دشمن شما نیستن، بهشون بگم آقای نصرالله خانم فرهمند، من نمیدونم شما چند وقت بیننده برنامه من هستید، ولی ما زبانمون از خیلی مهربانتر از شما بود، ولی این احمقا، اینهایی که مخالف بودن و تفاوت مخالف بودن با دشمن بودن نفهمیدن و آمدن به قول معروف شمشیر را از رو بستن و حمله کردن و از تاریکی به منی که اینجا نشستم چراغ روشنه حمله کردن، و اینها اونها باعث شدن که ما این، چون میدونید میگن چون سر و کارت به کودک ها فتاد پس زبان کودکی باید ستاد، یه هم چیزی یعنی یا اینکه جواب هر کسی رو با داریم که میگه اگه کسی به شما گل پرت کرد شما بهش سنگ بزن، این ضرب المثل ها رو تو فارسی داریم آقای فرهمند. بعد این کلمات فحش و عصبانیت رو خب باید یه وقتی به کار ببریم. حالا شما بیا ببین این مردک چه پیغامی گذاشته و بعدش چه کارای انجام داده و دلالت میکنه به نفهمی اینها، ترسو بودن اینها، دروغگو بودن اینها. این اولین پیامی که این به اصطلاح آقا گفته، گوش کنید. بذارید ببینم اینجا صداشو، آها صداشو اینجا بستم بسکه یک لحظه دوستان، یا اصلا برم توی پیام های لایو اینو بیارم. یک لحظه چون سر و کارت به احمق ها فتاد پس شما هم مانند اونها ممکنه بشید. خب اینو داشته باشید، اسمشو یادداشت کنید، چون این رفت فیسبوکش هم بس نمیدونه. آقای نادان، من بعد از 25 سال دیگه شما رو میشناسم. پیامه رو بذارید تو این من پیدا کنم توی قسمت لایو و اینجا براتون پخش کنم، این گوگل وایس، اینجا بشنوید با هم. جناب آقای پارسای بی شرف بی همه چیز بی ناموس، چرا انقدر به رضا پهلوی چرت میگی؟ پول خرج این رادیو تلویزیون تو رو کی میده؟ اینقدر خودفروشی؟ مرد پیر مرد رسیدی به جایی که دیگه باید بشه عاقبت رو بکنی، چرا خود رو فروختی به این مادر قهوه های تو ایران؟ کمی به عقل بیا، شرف داشته باش، بی ناموس بی شرف. خب این مادر قهوه هایی که شما میگی، اتفاقا خیلی ها میگن که سربی از رضا پهلوی پول میگیره، پس اگه مادر قهوه هم هست رضا پهلویه. ضمناً احمق جون، اگه شما نمیدونی که امروزه داشتن تلویزیون، داشتن رسانه تقریبا هیچ خرجی نداره، خب همینه دیگه. به جایی که بری به رضا پهلوی بگی مگه چقدر خرج داره که یه تلویزیونی را بندازی، هر روز بشینی اونجا با مردم صحبت کنی، میای به یه کسی که داره صحبت میکنه میگه چرا حرف میزنی. حالا این احمق به من میگه تو پیرمرد هستی. اولا نگاه کنید، خودش کچل، موها سفید، چاق و
الی آخر. برید حتما اون صفحه شو ببینید، اسمش هست پیتر متراهی، P-E-T، و براتون اکثر دوباره نشون میدم، نگران نباشید. خب برمیگردیم، حالا میخوام بهتون بگم و ببینید عکسایی که گذاشته تو فیسبوک، اینا کسایی هستند که ببینید تو اون زمان، من این صندلی ها یادمه که توی آفیس و اینا استفاده میکردن، ببینید توی اون زمان این بچه سوسول عزیز نازی ننو گهواره تخت خوابش چجوری بوده. میخوام بهتون بگم چه کسایی از شاه و حکومت شاه طرفداری میکنن، افرادی که معمولا اون موقع دزدی میکردن، یعنی همون شریک دزد که میگن رفیق قافله، اینا رفیق قافله هم نبودن، فقط شریک دزد بودن، جناب آقای محمد رضا شاه. ببینید اینم باباش با خودش. میخوام بهتون بگم که اینایی که از یه زندگی مرفعی که معمولا هم از به اصطلاح دزدی و پول جابجا کردن و از این معاملاتی که در زمان شاه میشد این زندگی رو درست کرده بودن، این آقا باز عکسای دیگه‌ش هم هست و این خیلی جالبه. کدوم یک از شما تو این سن و سال این کراوات که نه، از این بندایی که تگزاسیا میبندن گردنشون، گردنتون مینداختین. حالا اون هر کی میخواد هر جوری لباس بپوشه آزاده، ولی باز بهتون نشون بدم ببینید این توتول بب، این آقا توپول چجوری بزرگ شده. حالا اینجا هم یه عکسی گذاشته که نشون میده این طرفدار ترامپ شارلاتانه. یعنی ببینید قشنگ اینا شخصیتشون معلومه، ذات پلیدشون معلومه. باز اینجا نشون میده با شجاع دین شفا که نه شجاع بود نه چیزی رو شفا داد. شجاع دین شفا کسی بود که تاریخ 2500 ساله ایران رو غالب کرد به شاه نادان، که شاه بلد نبود بگی بابا من 10000 سال 7000 سال سابقه دارم، 2500 و این دوستان یهودی کردن تو کونت که تو بیا اینجا. ببین آقای فرهمند، من باید عصبانیتم رو بگم، والا عصبانیتم رو در برنامه نگم میرم به مردم دعوا میکنم، مردمی که ممکنه بی تقصیر باشن. پس عصبانی بودن، فوش دادن، یکی از قسمت‌های به اصطلاح اینجا فرست امندمنت یا آزادی بیان هست. خب اینو داشته باشید، شجاع‌الدین شفای بی شفا. و اینم عکسای دیگه ای که ببینید این آقا با کیا بوده. امیر اصلان افشار که چند مدت پیش سقط شد، این امیر افشار اصلان کسی بوده که از تمام، یعنی نزدیکترین بوده به شاه، حتی از زناش، چون زنا برای خودشون اتاق جدا داشتن، کارهای خودشون میکردن. فرک اونجا اصلا ببخشید شده بود جنده دربار، دوستاش آورده بود و توی کاخ دیگه برای خودش مشغول بود. شاه هم که اینور با علم خانم بازی میکرد، ولی این امیر اصلان افشار جا انداز و پا اندازش بود و تا آخر عمرش هم که همین چند مدت پیش بود، اعلی حضرت از دهنش نمیافتاد. حالا ببینید عکسایی که این آقای پیتر فلان گرفته با کیاس، کوتوله خودش، چاق، پیر. اون وقت به من میگه پیرمرد. خب من پیرمردم، افتخار میکنم این موهامو در جامعه ایرانی با درس دادن به دانشجوها، به هنرآموزان هنرستان، بعد اینجا در جورج میسون با دانشجویان خارجی در دانشگاه جورج میسون موهامو سفید کردم و هر یک تار موی سفید من حکایت از یه تجربه میکنه. ولی توی احمد، بذارید من شماره تلفن اینم دوستان اینجا براتون بنویسم و از شما امروز یه خواهش میکنم، لایک و فلان و اینا رو که دیگه شما بلدید، بله، ولی بیان این عکس رو من اینجا باز کنم، شماره رو این بنویسم براتون که اصلا بذارم از اول تا آخر اینجا باشه، open with paint. کاش که اینم یاد بدیم،
ببینید شما اگر روی عکسی میخواین شماره بنویسید دوستان، من براتون کامرای دور رو نشون بدم. من فتوشاپ داشتم ولی هیچ وقت استفاده نکردم و نمیخوام دیگه یاد بگیرم تو این سن و سال، بسمه. همین با پینت و با پروگرامای دیگه مثل VLC و اینا شما میتونید روی عکس‌ها چی بنویسید، علامت بذارید، عکس اینسرت کنید و الی آخر. من میام اینو با پینت باز میکنم، همین عکس این آشغال کله پیتر نمیدونم که چیه بهش اسمش بود متراهی، بعد اینو که با پینت باز میکنیم میگیم اوکی. ببینید حالا اینجا میام این کلمه ای رو از این بالا ور میدارم، هست بذارید من بیانم بهتون نشون بدم، اینا همه رو شما میبینید یا یه قسمت رو میبینید. سلکت ایریا، چون این برنامه رو من میگم باید حتی میرفتم یه کاری بود که حدود $100 به اصطلاح قرار بود بگیرم که یه پیکاپ بود پیکاپ کنم از یه جایی به یه جایی، زنگ زدم بهشون گفتم نمیام و داستانی. حالا این باز پیتر دروغگو رو براتون بگم، ببخشید این باید پاک بشه، این پاک بشه. چجوری پاک میشه؟ اینجور خط رو میاریم. حالا که میخوام یه چیزی یاد شما بدیم، خودمونم بلد نیستیم درست اجرا کنیم، این همینجوری خط کشید، دستم مثل که اشتباهی رفت. باید بیام اینجا، بله اینجا یه جعبه ای رو باز میکنم، توی این جعبه شماره تلفن این الدنگ رو مینویسم، 623 خط فاصله 398 خط فاصله 5097. از شما میخوام هر جای دنیا که هستید، شب، روز، وقت، بی وقت، هر وقت بیکار بودید، خواستید یه کسی رو مسخره کنید، خواستید به ریشش بخندید، به این مردک چاقالو به اصطلاح این کار رو انجام بدید و حسابی بذارینش سر کار تا اینا بفهمن. اگه قرار باشه، اینم شمارش، شماره نجسش رو اینجا گذاشتم براتون، میبینید دیگه 623 398 5097. خب حالا شما اینو داشته باش. قسمت اول بذارید ما با این آقای دانیال اهواز، دانیال نبی نکنه باشه، آقای فرهنگ عزیزم بیا نگاه کن ببین چه کسایی. دوستان این آقای فرهنگ حمید یکی از قدیمی کارا هست در کار رادیو تلویزیون، تا حالا چندین تلویزیون و برنامه داشته ولی الان دیگه میدونید، گفتم بهتون داشتن تلویزیون اصلا به صرفه نیست. اینم باز جواب این الدنگ پیتر متراهی، و هر کسی میتونه با حتی تلفنش برنامه داشته باشه و میبینید که اینایی که با یه تلفن نشستن برنامه درست میکنن خیلی بیشتر از من و افرادی مثل آقای فرهنگ حمید و اینها پول در آورده. ولی آقای فرهنگ حمید، من از شما خواهش میکنم به این آقای پیتر متراهی، مخصوصا چون شما یهودی هستی ایشون مسیحی هست، زنگ بزن بهش بگو آخه جاکش مادر قوه، مگه حضرت مسیح نمیگه اگه یکی سیلی زد تو این بر صورتم اون برم بگیر؟ مگه ادیان دیگه همه تشویق نمیکنن؟ سربی که میگه آقا من بی دینم، من بی خدا هستم، ولی من و شمایی که ادعای خدایی با خدایی میکنیم باید به این بی دینا یه جوری رفتار کنیم که اینا رو شرمنده کنیم. این شماره رو زنگ بزن، بعد حالا دروغاش ببین، دروغ یکی پس از دیگری. من حالا میفهمم چرا شاه هم ترسو بود، چرا دروغگو بود، کسی که دیپلم نگرفته بود این همه دروغ در طی 37 سال به همه گفت. هر آدم با صلاحیتی با کیفیتی با تحصیلاتی رو از خودش دور کرد، هرچی آدم خایمال چاپروس بود دور خودش جمع کرد و این شد نتیجهش که میبینید. دوستان این آخوندها فرزندان خلف فرح هرزه و شاه بی سواد هستند. چرا نمیخواین قبول کنید؟ اگر رضا پهلوی اینقدر صداقت داشت میومد به مردم میگفت پدرش خیانت کرده به ایران، پدرش اشتباه بزرگی کرده، کسی که همه مملکت رو داشت اومد وایساد به اصطلاح به فکر دزدی و جمع‌آوری پول و اینها بود و از اونجا به اینجا رسید، نه که بیاد هی بده و اینور اونور من میخوام این کارو بکنم میخوام اون کارو بکنم. در هر صورت آقای رضا پهلوی رفته ایتالیا با خانمشون، ببینیم این بار چه تاج گلی بر سر خودشون میزنن و خجالت آوره. میگه ما دعوت رسمی شدیم، آقای دادرس خیلی قشنگ نوشته مرد حسابی الان چمدوناتو بده به یه باربر بیاره.
اولا چمدوناتو بده به این اطرافیانت که تا دیروز چمدان کش و جا کش بودن، چمدونات بیارن. خود دو تا چمدون، چمدونم همچین بزرگه برده که سوغاتی هایی که بهش میدن جا داشته باشه. بخندید از این. 10 نفر اومدن دیدارش، میگه مورد استقبال مردم ایران در ایتالیا قرار گرفت. بگذاریم، بیان سراغ این پیتر متراهی. زنگ زدم بهش، خب منم عصبانی بودم، با فوش شروع کردم، اونم فوش داد و فلان و اینها. اصلا نگفت آقا شما راجع به چی صحبت میکنی، کی پیغام گذاشته. حالا گوش کنید، گذشت یه چند دقیقه برای من اینو فرستاد. ببینید دوستان، اینا نمیدونن که این سیستما دیگه اینجا شما نمیتونی دروغ بگی، اینا همش میمونه و الی آخر. ببینید دوستان، من براتون اینو بزرگ کنم، همه چیز اینجا با مدرک. ببینید سند مدرک. این تلفن مال کیه؟ همین احمق 608 623 ایریا کدش هست، 398 5097. ببینید حالا لحنش چی شد. هموطن، بنده مهمانی از ایران داشتم که گویا مطمئنم نیست، با استفاده از تلفن من در فیسبوک با شما بددهنی کرده بود. امروز پرسیدم دیشب با کی حرف میزدی که همه رو بیدار کردی؟ ماجرا رو گفت. از ایشان خواستم که از منزل خارج بشه، به هر حال میبخشید. متاسفم که میهمان من چنین کرداری داشته. دوستان گوش کنید، من که زنگ زدم، مهمان تو که دیگه تلفونا رو جواب نمیده، عوضی، احمق، نادان، بیشعور، خودت تلفونا رو جواب میدی. گیرم که تو درست میگی و این از طریق فیسبوک تو که اونم دروغ میگی، از طریق تلفن زنگ زده که تلفنش اینجا اومده افتاده، از فیسبوک نبوده. اگه فیسبوک به کسی زنگ بزنید که تلفنی نمیفته. خب پس ببینید دروغ که میگید دوستان، یه دروغ دیگه باید بگید، دروغ اولی رو درست کنی. حالا دو تا دروغ گفتی، یه دروغ سومی باید بگی، اول دوم رو درست کنی. و این میشه دروغگو میگن کم حافظ است. خب من وقتی اینو خوندم بهش زنگ زدم، این بار سلام کردم، بهش گفتم من سوربی هستم از تلویزیون مردم. گفت بله آقا، این یک نفر از ایران آمده بود، مهمان من بود. گفتم آقا اگه یه نفر از ایران بهش اطمینان نداری که تلفن تو استفاده میکنه بدون اجازه تو، خب ممکن شبم بلند شه بره یقه دختر تو بگیره، بیاد یقه همسر تو بگیره. گفت نه، عموم بوده. گفتم خب عموت بوده، بیا یه مثالی بزنیم. شما چرا ماشین تو میدی دست عموت که میدونی این احمق رانندگیش بده، به در دیوار میزنه که بیاد بزنه به در دیوار همسایه، و ایشون امروز اومده زده به ما و شما باید خسارت بدی. شما باید این به اصطلاح دمیج یا خرابی رو که این به وجود آورده شما درست کنی، شما ترمیم کنی. و بهش گفتم آقا اینقدر دروغ نگو، حالا لازم نیست صدات عوض کنی با من حرف بزنی، با همون صدایی که پیام گذاشتی، با همون صدایی که من بهت زنگ زدم و اون موقع باز فوش دادی، الان هم همون صدا رو استفاده کن. در هر صورت دوستان، آقای نصرالله فرمن، اینا رو نبین تو مهمانی ها میان و درود ورود میکنن. اینا یک مش مادر قهوه های پستی هستن که اولا همشون حاضر بودن، پدران اینا حاضر بودن زنشون رو بدن شاه بگاد، بلکه یه بچه شاه بیاد تو خانواده اینا. این بفرما و میبینید دیگه، نمونهش همون فردوس که اون دوست دخترش رو داد بود به شاه و علم میدونه چه کسایی به اصطلاح همسراشون رو دادن، دختراشون رو دادن به شاه و الی آخر. دوستان این ماجرا، این مادر به خطایی که خودشون رو شاه اللهی میدونن، من نمیگم، ممکنه یکی دو تا آدم خوبم تو اینا باشه که من تا امروز ندیدم،
اگه آدمی خوب باشه، آدم خوب یعنی منطق داره، یعنی میاد فوری کلاشو قاضی میکنه، علت و معلول رو کنترل میکنه. من اون روز برای آقای امیر موثقی نوشتم آقای موثقی شما علت و معلول رو متوجه نیستی، هر معلولی که میبینی زائده علتی هست که دیروز بوده. شما دکتر نمیری بگی من مریض شدم اونم آمپول بزنه بهت، میگه کجا بودی، چه کار کردی، چی خوردی، میگی فلانجا رفتن این خوراک خوردن، میگه مسموم شدی، لوله نمیدونم چی بکنی تو حلقش، استفراغ کنه خوب میشه. دنبال علت بگردید، علت اونا بودن که به این آشغالا امروز رسیدیم و از اون آشغالا میرسیم به این مردک الدنگ، این پیتر نادان و الی آخر. حالا شما به من بگید که با اینها چه باید کرد. آقای نصرالله فرامد، وقتی من به شما گفتم چشم با اینا بهتر صحبت میکنم، نمیدونستم یه مادر به خطایی اینجوری میاد پیام میذاره. پس من بر میگردم این بار شدیدتر و راحتتر با اینا صحبت میکنم. چرا راحتتر؟ عصبانیت خودم رو نشون میدم، این حق منه، این آزادی بیانه. و اما در رابطه با یه شعری که نوشته بودن در رابطه با جنگل، و که جنگل همیشه به تبر رأی میدهد چون فکر میکنه که از خودشان هست، میدونید دسته تبر چوبیه دیگه، و این ماجراییه که الان بعضیا میان میگن رضا پهلوی وکیل ماست. بهشون میگم مگه اون احمق وکیل شما نیست؟ پس شما خفه بشید بذارید اون حرف بزنه، مگر اینکه شما باور ندارید اون صلاحیت داره بتونه حرف بزنه، اون میتونه وکیل کسی باشه، شما شدید وکیلش، شما شدید ولی فقیه اون. در هر صورت خیلی واقعا غم انگیزه که توی آمریکا، توی اروپا من و شما امروز نشسته باشیم درباره حماقت یک نفر به نام پیتر متراهی. برید رو فیسبوکش، بهش میگم آقا اگه این عموی شما بود شما چرا فیسبوکتو بستی؟ تو اولا اینقدر نادانی. خب من میتونم با یه فیسبوک دیگه بیام، با یه اسم دیگه بیام رو صفحه هرچی میخوام بردارم، قبل از اینکه زنگ بزنم به تو تکلیفتو معلوم کنم اونا رو برداشتم، یادداشت کردم، عکساشو گرفتم. آخه میگن اگه گدایی بعد از این همه سال ندونه شب جمعه کیه، خب این که کارش کار نمیشه. حالا شاهین برای من مینویسه که آقا این شاه و لایات چقدر خلن، میگن نگاه کن رضا پهلوی انگلیسی حرف میزنه، نگاه کن لباس پوشه. اولا این لباس شینه رو که از دوره بیژن مجانی بهش دادن، موقعی که بیژن زنده بود و بوتیک داشت، این رفته بود کالیفرنیا یا مش لباس مجانی بهش دادن. بعدم مگه ما میخواییم مدل انتخاب کنیم؟ جوانای ایرانی رو نگاه کنید، همه شیک، خوشگل، خوش هیکل. این مرده که یه جایی که میخواد بره اول دماغش میاد تو، بعد اون دندونای زشتش میاد تو، 2000 خرج دندوناش نمیکنه. آخه خجالت بکشید. آقای پیتر متراهی، من لینک این برنامه رو برات میفرستم، یا اصلا بیان یه زنگی بهش بزنی ببین این دروغا رو چی میگه. حالا امیدوارم که شامت داشته باشه تلفن رو جواب بده. بریم توی این پیام، اینجا ما میتونیم باهاش تماس بگیریم، پلی مسیجز، میای اینجا و بله از اینجا بهش زنگ میزنیم ببینیم چی میگه. ممنونم آقای فرهنگ حمید، میگه با اینکه اختلاف عقیده دارم ولی دوستت دارم، دل به دل را داره، امیدوارم یه بار دیگه یا تو کالیفرنیا یا اینجا ببینم. احتمالا همین آقای پیتر. آقای پیتر متراهی، سوربی هستم، روی برنامه زنده تلویزیون مردم هستید. من عکسای شما رو نشون دادم، شماره تلفنتونم اعلام کردم، گفتم که شما تلاش میکردید که بگید این آقا عموتون بوده، من به هیچ وجه باور نکردم، هنوزم باور نمیکنم. کاری کردی عزیزم، من بیمارستانم، هر کاری میخوای بکن بیمارستانم، خواستی زنگ بزن تاییدشو بگی. آها. شما هر جوری که دلت بخواد. شما بیمارستانی برای چی؟ دکتری یا خودت بکن؟
میگم بیمارستان. من اومدم اینجا برای اینکه عمل کنم. امیدوارم عملت به خوبی پیش بره. کاش که به من گفته بودی من این برنامه رو نمیذاشتم برای عمل. من الان توی بیمارستانم، به شماره بیمارستانم. نه آقا ما قبولت داریم، ولی اگه شما یه عموی اینجوری داری، و بازم خیلی خوشحالم دوستان، این شاه الله‌ای ببینید عموشون میره ایران و میاد، اینا در تماسن، حقوق بازنشستگیشون میگیرن. ببینید کیا هستن این متراهی ها. در هر صورت برات آرزو سلامتی میکنم. ببین هر وقت حالت خوب شد بیا با هم حرف بزنیم. انجام بده. منم نه هر کاری دوست دارید بکن عزیزم. بله همیشه همینه. برای همین اومدم آمریکا که نه شاه بتونه به من زور بگه، نه شیخ، نه یه سری احمق مثل عموی شما. ببینید دوستان، امروز به من نگفت که بیمارستانه. دروغ چپ و راست، دروغ چپ و راست. احتمالاً رفته بواسیرش عمل کنه، چون آدمی که به این چاقیه خب بواسیرم داره دیگه. بفرمایید اینا هستن. حالا شما هی بشین بگو که 16 وکالت بهش دادیم ما رو میبره ایران. آقای فرهنگ حمید، این 16 اگر اینقدر صداقت داشت میومد میگفت برنامهش چیه. پریروز تا حالا همه دارن میگن که حامد اسماعیلیون گفته چیزا رو به مردم نگیم، پنهان کنیم. اون بی شرف، اون بی پدر مادر، اون مجاهد، اون با جمهوری اسلامی که اونم مثل همون آقای متراهی ایران میرفت و میمد و کتاب مینوشت و پول در می آورد. رضا پهلوی چرا الان که اومده بیرون چیزی نمیگه؟ چرا نمیگه برنامهش چیه؟ چرا نمیگه کجا میره؟ کی دعوتش میکنه؟ چرا میره اسرائیل وقتی مردم دارن بر سر مزار دختراشون میرخسن؟ زنیکه جنده این اونجوری غیر میده. چرا میگم جنده؟ برید نگاه کنید ببینید با کیا بوده، با پسر کدوم وزیر بوده تو فرانسه. برید ببینید با معلم یوگاش کجاها رفته، چه کارا کردن. برید ببینید چجوری فرح رفت اینا آورد گفت ببین خره، شما هر کاری میخوای بکنی بکن، هر جایی میخوای بری برو، هر کی میخوای بده، ولی از این پست و چیز خودتو دور نکن، بالاخره از این منجلاب یه چیزی بهت میرسه. چرا اینا نمیان حرف بزنن؟ از خودتون سوال کنید. و الا شما کلیمی هستید، به اسرائیل باور دارید، معتقدید، مبارکتون باشه. اسرائیل اولین حکومت مذهبی جهانه. اسرائیل هنوز تا هنوز ببینید مشکل دولت خودشو نتونسته حل کنه، تنبون خودشو نمیتونه بکشه بالا. من منش امیر دیروز اومده نشسته بغل دست از طریق تلویزیون به شهرام همایون میگه که نه فکر نمیکنم صدای آمریکا حقوقش رو از وزارت امور خارجه میگیره. شما ببینید این منش امیر آقا منوچه، این خبرنگار تلویزیون و رادیو و نمیدونم فلان و اینای ما بوده، هنوز نمیدونه که وایس آف امریکا، صدای آمریکا، بلندگوی سخن پراکنی یا پروپاگاندای وزارت امور خارجه است. هنوز نمیدونه که در زمان جورج بوش 70 میلیون دلار فقط برای این پول گذاشتن، برای این کار گذاشتن. دوستان یه مقداری برید بیشتر تحقیق کنید، احساساتی خودتون رو به این ور اونور نزنید. حالا امیدوارم این آقای پیتر مغزشو که عمل میکنن از بیمارستان میاد بیرون، شاید مغزش رفته تو سوراخ پایینش، درش بیارن بهتر فکر کنه. میگم مرد حسابی، عموی تو پیغام گذاشت و تو اومدی فیسبوک تو چرا بسی؟ میگه فکر کردم از طریق فیسبوک ممکنه با دیگرانم تماس گرفته باشه. گفتم تو اگه راست میگفتی الان میمدی پسورد فیسبوک تو عوض میکردی، بعد مینوشتی که دوستان عموی من، عکسشم میذاشتی، فلان فلان قرمصاب اینجا بوده، این کارا رو کرده، هر کسی باهاش تماس گرفته با من تماس بگیره و ازشون عذرخواهی کن. آقا اینقدر دروغ نگو آقای پیتر، شاید یه روزی این دروغ بشه خناق و خفتون کنه. در صورت اینم برنامه فوق‌العاده امروز بود. نظراتتون رو بنویسید. اگر شماها هم برخوردهایی داشتید با این گونه احمق‌ها، با تلویزیون مردم تماس بگیرید، با سند و مدرک بیاین و من به شما وقت مجانی میدم. شما باورتون میشه این آقای فرهنگ حمید گفت آقا یه روز بیاین بشینیم با هم صحبت کنیم؟ به شوخی براش نوشتم که فرنجا من حرف مفت زیاد میزنم ولی مفتی حرف نمیزنم. شما یه کسی رو پیدا کن که هزینه برنامه ها رو قبول کنه، من و شما بشینیم با هم صحبت کنیم. بله میگه جناب سوربی، همین بیشرف چند روز پیش
من هم سیفونش کشیدم. همین، ببینید دوستان، این آقا، اینا معمولا کسایی هستند که کار و زندگی هم ندارن، پولای دزدی زمان شاه رو، دلارای هفتومنی رو همینجوری دارن میخورن و خرج میکنن، پدرشونو، خود پلیدشونو، نمیدونم بچه های جنده و جندبازشون و مردم بیچاره هم از زمان شاه هم از زمان در زمان شیخ دارن زجر میکشن. اینا هستن. پس یه بار دیگه ازتون میخوام، حتما حتما به این الاغ، الاغ والله حیف، الاغ، الاغ بابا حیوان نجیبیه، اینقدر زحمت میکشه، بار میبره، هیچ چیزی هم انتظار نداره از ما انسان ها. این جانور، به این جانور زنگ بزنید، بزنم براتون بزنم یه بار دیگه، اصلا شماره این باشه رو برنامه، بفرما اسم برنامه رو میذاریم شاه اللهی ها را بهتر بشناسید. دوستان شاه اللهی، حزب اللهی، یهود اللهی، صهیونیست اللهی، مصدق اللهی، کمونیست اللهی، اینا هیچ فرقی به هم ندارن، ولی یهودی احترامش به جاست. من توی ارتش ایران که بودم، یهودی های شیراز میخواستن منو ببرن اسرائیل. من دوستان یهودی، ما تو شیراز با یهودی ها بزرگ شدیم، آدم های خوبی هن. مسیحی دوست داشتم، همسربازی من بوده، به من آخرش یه دونه از این تسبیح های مخصوص کادو داد. ما مشکلی نداشتیم با اینا، این دینت اینه، اون دونت دینت اونه، نداشتیم که. اون شاه احمق اومد گفت مملکت شیعه هست، این دشمنی ها رو انداخت. اون شاه احمق با اسرائیل دشمن بود و امروز دوستان یادشون نیست. امروز آقای فرهنگ حمید نمیاد بگه که شاه همراه عرب ها جلو اسرائیل وایساده بود. شاه به مصر نفت داد که روبروی اسرائیل وایسه. شاه در روزنامه‌های زمان خودش چپ و راست میگفت فلسطینی‌ها مظلوم واقع شدن، ما نمیذاریم اسرائیل چنین، اسرائیل چنان، دم اسرائیلی‌ها گرم، خارشو گاییدن، کله پاش کردن که بره حالا تو سطل آشغال، بره تو زباله‌دانی تاریخ. در هر صورت از یکایک شما دوستان ممنون و متشکرم، و یادتون باشه اینجا اگر آمدی به اصطلاح وقتا چی میگفتن، نمیدونم، جلو نوار زنگ گوز بکنی ممکنه یه جات پاره بشه، یه چیزای اینجوری هم داریم. اینجا جایی نیست که شما زنگ بزنی و فوش بدی و در بری، میان خواهر و مادر تو یکی میکنیم به امید فردای بهتر. اینم رفته این و من براتون بیارم. آها، امروز ازتون لایک و فلان نمیخوام. به این احمق زنگ بزنید دهنشو سرویس کنید. 623-398-5097 یه لطفی کنید، چون یه آقای پیتر رفته کونش رو جراحی کنه، وقتی زنگ میزنید بگید میخوام با عموتون صحبت کنم، عموی خیالی که برای خود درست کردی. برو آقا خجالت بکش، ننگ بر شما باد، ننگ بر شما باد. اوقاتتون خوش، به امید فردای بهتر و آیندهی روشنتر، بدون شاه اللهی، بدون حزب اللهی، بدون شیخ، بدون خاخام، بدون نمیدونم هر گوگندی که بگین. بای بای.